نظر جان نثار صلاح در این است که تعمق بیشتر بشود و از آنها آزمایش به عمل آید تا معلوم شود واقعا سوداگرند یا اینکه حیله‌گری در کارشان است. نظر تو مورد تایید ماست. فردا آنها را به قصر من دعوت کن. من این انگشتری را که 10,000 دینار زر قیمت دارد به آنها نشان خواهم داد تا قیمت آن را تخمین بزنند. اگر حدسشان نزدیک به یقین بود که هر گونه سوء ظنی از آنها بدور است، اگر نه وای به حالشان. فردا این انگشتری همه چیز را روشن می کند. انگشتری که می گویم این است. من کمتر با سنگ های ارزان قیمت سر و کار داشتم. امیر نادر، تو بهتر می توانی قیمت آن را تعیین کنی. بله، حق با شماست امیر. انگشتری بی ارزش است، ولی امیر منصور تخصص کامل در این نوع سنگ. بله بله، بگیر بگیر امیر منصور، تخمین بزن. بده ببینم، قدر زرگر شناست، قدر انگوش مشتری. چه شد؟ امیر امیر. بله، فکر نمی کنم عالی باشد. آو ببینیم صداش چیه. عرض نکردم قربان، این انگشتری اصلا ارزش ندارد. دیدین چه ما؟ بله، فکر میکنی قیمت آن چند باشد؟ قیمت کم، خیلی کم. مثلا چند؟ مثلا چه میدونم والا چنده؟ تو بگو چنده؟ 250. ده. احسنت، 10,000 دینار درست است. مولای من، حیف از شماست که انگشترهای چنین بی ارزش به دست بکنید. در تمام این خطه نظیر آن یافت نمی شود. علتش این که خطتون خیلی خیلی ارزشی تقدیم پیشگاه مبارک می کنیم. و اما یه چیزیه، من لازم می دونم به عرض مبارک برسونم که انگشتر همون انگشتریه. اولش حلقه بوده، بعد بقیه جنوالو بگیم. بله بله، مطلب مهمیست که باید خدمتتون عرض بکنیم. البته ما تازه وارد این شهر شدیم، ولی یه روز شنیدیم که چند نفر امیر نادر فرمایید. ما فقط صدای چند نفر رو شنیدیم که بر علیه حضرت خلیفه سخنانی میگفتن. بله قربان. بله، من دشمنان فراوان دارم. البته اگه اونها را به من معرفی میکردید، مسلماً گوشماری سختی به اونها میدادم. ولی از روی صدا که نمیتوان کسی را شناخت. خب، آیان، ما میل داریم تا رسیدن کاروان مال و تجاره شما در قصر ما اقامت کنید. والا هنوز چند نفر از تجار تو نوبت خوابیدن، قربان. از اون گذشته میترسیم که اسباب مزاحمت حضرت خلیفه را فراهم آوریم. به خصوص که ما عادت داریم ما فقرا غذا بخوریم. میدارم، دستور میدهم از امروز مساکین شهر در باغ قصر اطعام شوند. فخردین، دستور بده وسایل استراحت و آسایش مهمانان ما را در قصر فراهم آورند. ضمناً امشب جشن شایسته‌ای به افتخار آنها برپا خواهیم کرد.